سلام علی آشمی هستم به کلاس ما بینهایت خوش اومدید امیدوارم در هر نقطه از ایران عزیز که هستید حال دلتون خوش باشه در این ویدیو کوتاه آموزشی قرار با همدیگه بریم سوال حل کنیم از روش درون یابی در ریاضی 11 انسانی فصل سوم درس دوم قبل از شروع دوست من این 13 ویدیو هست امیدوارم که دوازده تای قبلی تماشا کرده باشید بریم تو دل سوال گفته تعداد حاضرین در همایش بین آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در جدول زیر آمده است اگر بین ساعتهای 8 و 10 تعداد حاضرین به طور یک نواخت افزایش یافته باشد تعداد حاضرین در همایش در ساعت نه برابر با چه خواهد بود ببین الان طراح به من گفته ساعت نه ساعت نه بین کدوم دو تا باید قرار بدم باری کلا میگه آقا بین ساعت هشت و ساعت ده قرار میگیره پس با استفاده از درون یابی میتونم معادله خط براش بنویسم دو تا نقطه که انتخاب کردیم ساعت ده بود که تعداد حاضرین برابر با 600 بود و در ضمن ساعت 8 که تعداد حاضرین برابر بود با 400 برای نوشتن معادله خط اول باید برم سراغ شیب برای شیب چه می کردیم؟ اختلاف ایگرگ ها رو می نوشتم صورت اختلاف ایکس ها رو می نوشتم در مخرج عبارت که مقدار شیب برابر بشود با صد حالا که من میدونم شیب خط برابر با صده فرم استاندارد رو براش می نویسم آ ایکس به علاوه بی یعنی صد ایکس به علاوه بی از هر کدوم از این دو تا نقطه 8 و 400 و 600 که دلت میخواد استفاده کن من میام از 100 و 600 600 برای خودم استفاده میکنم پس به جای x هم 10 مینویسم و به جای y هم 600 تا مقدار B برابر بشود با منفی 400 خب مقدار B هم حساب شد حالا میتونم معادله خطم رو در نظر بگیرم 100x منهای 400 فرم استاندارد معادله خط من بوده حالا گفتی ساعت چندو در ساعت 9 یعنی به جای x هم حالا بیام مقدار 9 رو جایگزین کنم اگر به جای x خودم مقدار 9 جایگزین کنم اون وقت تعداد حاضرین در جلسه برابر خواهد بود با 500 در ساعت نوعی که طراح به من گفته بود پس کل داستان روش درونیابین شد حتما طراح برای یه نقطه یه ساعت یه زمانی یا یه قیمتی رو در نظر میگیره که بین دو تا عدد مشخصی باشه که خودش گفته اون دو تا عدد مشخص رو تو انتخاب میکنی شیب به دست میاری معادله خط براش مینویسی و بعد ساعت مد نظر رو توش جایگزین میکنی اما سال بعدی تخمین داده های بین داده های ثبت شده میشد روش درونیابی که الان کلی سال با هم کردیم پس روش درونیابی تخمین بود بین داده های ثبت شده سوال بعدی گفته تخمین داده های بعد یا قبل از داده های ثبت شده بهش میگفتیم اینو با هم دیگه دوباره سوال حل کردیم توی ویدیوهای قبلی که برابر میشد با روش برونیابی و اما سال بعدی گفته برازش نمودار سری زمانی شکل زیر به چه, به چه صورتی خواهد بود فقط کافیه که تو این شکل منحنی هایی که نوک تیز دارن رو به انحنا تبدیل کنی اگر من اینو بخوام در حالت انحنا رو بکشم قطعا قراره برسم به گزینه دو یعنی فقط اون قسمت هایی که تیز بوده منحنیوار رسمش کنم تا جواب ایدالش برابر بشود با گزینه سپاس سپاسگزارم تا ایلتهای ویدیو همراه من بودید موفق باشید خدا نیاد